مؤمن نیست مگر اینکه سه خصلت در او باشد. سه سنت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد که بسیاری از مردم آن را نمی‌دانند. یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابو طلحه انصاری نام داشت. او به خواستگاری زنی آمد و مهریه اش را تعلیم یک سوره قرآن قرار داد. خداوند فرزندی به این زوج داد. بعد از مدتی بچه مریض شد و در حالی که ابو طلحه در منزل نبود فوت کرد. ابو طلحه که آمد، همسرش مثل همیشه مهربانی کرد و از او دلجویی نمود. غذایی آماده کرد و با یک دیگر خوردند. بعد به ابو طلحه رو کرد و گفت: اگر ما از همسایه امانتی گرفته باشیم و روز بعد بیاید و امانتش را بخواهد، اشکالی دارد؟ سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. یکی از روایات حضرت امام رضا علیه السلام این است که مؤمن نیست مگر اینکه سه خصلت در او باشد: یک خصلت از پروردگارش، یک خصلت از پیامبرش و یک خصلت از امامش. اول اینکه اگر می‌فرماید مؤمن نیست، منظور آن است که مؤمن اگر این صفات و خصوصیات را نداشته باشد، ایمانش کمال ندارد. این کلام مثل آن است که بفرماید نماز شما نماز نیست مگر آنکه در آن حضور قلب داشته باشید یا به جماعت خوانده باشید. در واقع منظور آن است که اگر با حضور قلب یا به جماعت بخوانید، کمال لازم را خواهد داشت. نکته دومی که کلمه مؤمن در روایات به معنای شیعه است. پس منظور امام این است که شیعه وقتی شیعه واقعی است که در او سه خصلت وجود داشته باشد، وگرنه شیعه واقعی نیست. چون مگر برای شیعه بودن همین اسم شیعه کافی است؟ آیا بس است که انسان بگوید من علی علیه السلام را دوست دارم و قربان او می شوم؟ کارهایی مثل سینه زدن یا اشک ریختن برای شیعه بودن کافی نیست، بلکه کمال شیعه بودن به آن است که انسان این خصلت ها را در خودش ایجاد کند. همه می دانیم در روز قیامت انتصاب های خانوادگی یا اسمی به اهل بیت علیهم السلام دردی را دوا نمی کند، بلکه آنجا عمل لازم است. خداوند با کسی قوم و خویش نیست، او به کارنامه ما می نگرد. راز پوشیدن. امام رضا علیه السلام فرمودند مؤمن نیست مگر اینکه سه خصلت در او باشد: یکی از خدا، دیگری از نبی و دیگری از ولی خدا. از خدا چه خصلتی باید در او باشد؟ کتمان سر. چرا امام این خصلت را از میان همه خصائص حضرت حق انتخاب فرمودند؟ کتمان سر یعنی چه؟ کتمان سر یعنی اینکه انسان باید ظرفیت داشته باشد. کتمان سر در مقابل افشای سر است. افشای سر نشان دهنده ضعف شخصیت و روح است. بچه های کوچک تا وارد خانه می شوید جلو می دوند و حوادثی را که در خانه گذشته فوراً به اطلاع می رسانند. این به خاطر عدم وجود ظرفیت است. اما خانوم خانه برای خبر دادن صبر می کند تا شما لباستان را در آورید. بعد یک لیوان آب خنک به دستتان می دهد. بعد از رفع خستگی اخبار را به اطلاع می رساند. یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابو طلحه انصاری نام داشت. او به خواستگاری زنی آمد و مهریه اش را تعلیم یک سوره قرآن قرار داد. خداوند فرزندی به این زوج داد. بعد از مدتی بچه مریض شد و در حالی که ابو طلحه در منزل نبود فوت کرد. ابو طلحه که آمد، همسرش مثل همیشه مهربانی کرد و از او دلجویی نمود. غذایی آماده کرد
و با یکدیگر خوردند. بعد به ابو طلحه رو کرد و گفت اگر ما از همسایه امانتی گرفته باشیم و روز بعد بیاید و امانتش را بخواهد، اشکالی دارد؟ ابو طلحه گفت نه، چون مال خود اوست. زن گفت خدا به من و تو فرزندی داد که نزد ما امانت بود و اکنون او را از ما پس گرفته است، آیا این اشکالی دارد؟ قدرت این زن را در کتمان سر ببینید. ملاحظه کنید که چه ظرفیتی در پنهان کردن این مشکل و بیان به موقع آن دارد. اگر یک زن معمولی بود چه می کرد؟ تا مرد وارد خانه می شد شیون می کرد و خود را هلاک می نمود و به دنبال آن مرد تحت تأثیر قرار می گرفت و اوضاع و احوال در مسیر دیگری به جریان می افتاد. مدارا با مردم. اما خصلت دوم باید از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد. آن سنتی که باید از پیامبر در او باشد، مدارا کردن و کنار آمدن با مردم است. پیامبر اسلام شخصیتی بی‌نظیر بود که در مدارا کردن با مردم مثالی نداشت. خوشرفتاری با مردم، محبت به آنها و حسن خلق او آنقدر زیباست که خداوند در قرآن می‌فرماید و اینک لعلی خلق العظیم، همانا تو به خلق بزرگی آراسته‌ای. این تعریف قرآن خیلی معنا و مفهوم دارد و عظمت و بزرگی خلق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را نشان می‌دهد. اگر او حسن خلق نداشت این مقدار پیشرفت نمی‌کرد. در علل پیشرفت اسلام خیلی ها حرف‌هایی زدند، اما بسیاری از محققان معتقدند که عامل اساسی در این مورد حسن خلق پیامبر بود. چه نمونه‌ای در تواضع و محبت بالاتر از این که وقتی بچه‌ها در کوچه به ایشان پیشنهاد بازی می‌کردند جواب مثبت می‌داد. آیا دیده شده که کسی بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سلام کردن سبقت بگیرد؟ آنقدر صفت مدارا با مردم در روابط آن حضرت اهمیت داشت که فرمود همانطور که خدا به من دستور داده تا واجبات را انجام دهم، دستور داده که با مردم مدارا کنم. روزی شخصی خدمت امام باقر علیه السلام آمد و عرض کرد من می‌خواهم فردا خدمتتان برسم. فرمودند من بیرون مدینه با شما قرار می‌گذارم. پرسید چرا بیرون مدینه؟ فرمود فردا می‌خواهم سیر بخورم و نمی‌خواهم بین مردم باشم. واضح است انسان که سیر می‌خورد هر کسی از بوی آن خوشش نمی‌آید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک سوم هزینه زندگی خیش را صرف عطریات می کردند. لذا از هر کوچه‌ای که رد می شدند بوی عطر در آن کوچه می پیچید و همه می فهمیدند که ایشان از آنجا رد شده است. من و شما امروز دور یک دیگر نشسته ایم و حرف از مدارا می زنیم و شاید به نظر ما نیز ساده بیاید، اما مهم این است که خود را در فضای آن روزگار قرار دهیم. روزگاری که مردم الگوها و ملاک‌های ذهنیشان با امروز بسیار متفاوت بود. در این فضا اگر کسی صحبت از رفق و مدارا کند و خودش به بهترین صورت آن را اجرا نماید، نهایت انسانیت و کمال ایمان است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وظیفه مدارا با مردم را نه فقط در قبال مسلمانان اجرا می کرد، بلکه در مقابل کفار و غیر مسلمانان نیز آن را به خوبی عمل می نمود. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای این چنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.